سلام، به به، خوش آمدید. امیدوارم خوب باشید. منم بد نیستم با این خبرها، البته خوب هم نمیشه با این مملکت، اصلا خوب هم نمیشه بود. نامه خانم کروبی و آقای روحانی برای آزادی شوهرش آقای مهدی کروبی، دم این بانوی گرامی گرد که اقلا به فکر آزادی شوهرش از زن من که اگه بود که اصلا نامه نامه می نوشم. آقا اینو نگرش دارید، اینو نفرستیم بیاد خونه، میاد اینجا بد اخلاقی میکنه، همه رو اذیت میکنه. اما خانم فاطمه کروبی نامه نوشتن و میخواد که این بحث آزاد کردن مهدی کروبی و میرحسین موسوی خانم زهرا لهنورد این روزا جزو خبرهایی شده که حالا سرگرم کننده است و پشتش حالا چند تا کامیون دلار و طلا به ترکیه ارسال میشه و چند تا چک چند میلیونی به کانادا میفرستن و چه کار میکنن با زندانیان سیاسی. پشت این خبرهای موش و گربه‌ای گندش بعدن در میاد، یک کامیونش گندش بعدن در میاد، یه چکش، یه خاوریش گندش بعدن در میاد، خیلی هم گندش بعدن در نمیاد. خانم کروبی به آقای روحانی مینیسته که ابتدا لازم میدونم به نکته اشاره کنم که شما چون در مناظره تلویزیونی گفتید که من سرهنگ نیستم، حقوقدانم، خانم که حالا ایشون یک حرفی زد که روی اون یارو آقای قالیباف و جناب آقای قالیباف و کم بکنه، نه اینکه حالا شما خیال کنید حقوقدان حقوق بشر که نمیتونه، حقوقدانی اینا هم در حد اینه که مثلا زنا تا چند سانت مثلا شلاق داره یا سنگ سنگسار مثلا چند دوزه باید باشه، حقوق ایشون، حقوقدانی ایشون در این حد است. تو یه وقت میبینی که دیگه اصلا آسی میشه، میگه آقا اصلا من سرهنگم، چی میگین؟ آقا سرهنگ دیگه، همین سرهنگام در خدمتشن که سرهنگه. حالا اینو نگاه کن، این عکسو، این عکسشون در حال سرهنگی نشون میده، البته هنر عکاسه که اون نظامی پشت سر رو طوری عکس گرفته که ایشون به حالت سرهنگ دیده بشه. نه خانم کروبی حقوقدان در زندانه، حقوقدان زرفشانه، حقوقدان مهرنگیز کاری که از مملکت فرار میکنه، حقوقدان اونایی دیگه که من الان اسماشون در خاطرم نیست، نسرین ستوده است که حالا در یک عملیات نمایشی به طور غیرقانونی آزادش کردن، قانونی نبود آزادیه نسرین ستوده، اگه حقشو خدایشو بخوایم نمایشی بود، قانونی نبود آزادیشون، برکتان زندانی بودنش قانونی نبود، اصلا چرا زندان بود که آزاد بشه و بقیه زندانیا چرا آزاد نشدن؟ اونا هم که مثل ایشون بیگناه هست، و اگر ایشون گناهکاره به قول خودشون علیه امنیت ملی و نمیدونم مملکت و اینا توطئه کرده، و چرا آزادش کردی؟ شما خیانت به ملک و ملت دارید میکنید که غیر قانونی نیست، این سوتر آزاد که حال نرن دور بگیرنش. همه بیگانه ها باید آزاد بشن، از جمله آقای میرحسین موسوی، خانم رهنورد، آقای کروبی. ولی باز خانم کروبی اینجا بی احتیاطی میکنه، میگه این رئیس قوه قضاییتون دوباره اومده میگه که چرا باید اینا آزاد بشن و باید محاکمه بشن. خانم کروبی، این رئیس قوه قضایی گاز میگیره، شما اینجا بی احتیاطی نکنید در موردش، حرف نزنید، گاز میگیره، عیسی سرخیز گاز گرفته، گاز یعنی با دندون گاز گرفتن از اون کار طرف انستیتو پاستور بکشه، شما مراعات کنین گوشتتون زیر دندونشه. میره فردا آقای کروبی، همین مونده که آقای کروبی هم عکس بگیره شونهش نشون بده، بفرمایید که آقای اجایی من گاز گره. البته این فوتوشاپه، من خودم فوتوشاپ اینجوری میکنم، بدبختا که به موضوع مربوط باشه و کلک هم توش نباشه،
از بگه نه موشک گذاشتن تو فتوشاپ که کار نبفهمید. من اینجا یه موشک این گوشه گذاشتم که نشون بدم که حتما فتوشاپه. ولی خانم کروبی لطفا احتیاط کنید، این آقای اجایی شوخی نداره. آقای اجایی خواهش بکنم، نه 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 گاز نگیرید. من از قول خانم کروبی از شما معذرت بخواهم، نگیرید گاز. نه پیرمرد دیگه طاقت نداره. ایسا سرخیز حالا به هر حال، حالا خانم کروبی بعد میگه که نماینده تحمیلی آقای سالک هم خطنشون که چیدن، نگه نماینده تحمیلی شما به نماینده مجلس شورای اسلامی، نگه نماینده تحمیلی، برای که شوهرتون 8 سال رئیس همون مجلس بوده. وارد این صحبت ها نمیشیم و حالا نمیخوام که اون حرف قدیمی و کهنه رو بزنیم که اینا خودشون عامله، حالا خودشون بدبخت عامله هرچی هم بودن که الان حقشون، حق حقوق بشرشون، حق شهروندیشون ضایع شده. بعد خانم کروبی میگه مردم باید بدونن بعد از ارتحال امام راحل چه اتفاقایی افتاد، اتفاقای بعدی افتاد بعد از ایشون، میگن بعد از امام راحل. خانم امام راحل قبل و بعد نداره، امام راحل اتفاقا وقتی بود اتفاقات بیشتر بود، وقتی امام راحل رفت فقط مشکلی پیش اومد که این امضایی که این هزاران نفر رو جوانای ما رو اعدام کنن و مونده بودن اینا تن کارشون لنگ بود. البته میر حسین چون دستش قویه میگفتن امضای امامو، البته با اعتراف خود امام میتونه تقلید کنه، کپی کنه، جعل کنه. رفسنجانی گفت من امضا میکنم، خامنه‌ای گفت من امضا میکنم، اتفاقی نیفتاد. ما اصلا امام نمرده، امام راحل زنده است. اینا اصلا ما این همه اون چیزی که تو این مملکت نتیجه های امام راحل یکیشون، یه نتیجه تو کانادا داره دست میخوره، بقیه نتیجه هاش همینان بی خودی نون به امام راحل قدر ندین. و خانم کروبی میگه که همونطور که میدانی غروب دوشنبه برابر دوم اسفند 1389 همزمان با میلاد رسول رحمت ساد، بیش از 60 نیروی امنیتی ایشون میگه شب تولد حضرت رسول اکرم رسول رحمت، نیروی امنیتی، خب نیروی امنیتی اومدن یورش بردن 60 نفر ریختن. خب بله اونا کارشون اینه. خانم کروبی چه ربطی داره که حالا شب تولد رسول اکرم بوده یا نبوده؟ سبقه داشت این نیروی امنیتی هر روزن اوباش بیان تو خونه شما یک کیک هم بیارن بر تولد هپی برسدی تو یو رسول اکرم بخونن، تولد مبارک پیغمبر بخونن. نه خوب ارتباط مذهبی قضیه چیه؟ هر شبی از شبهای سال رو اینا میتونن بریزن بپاشن همونطور که ریختن خونه اینا رو، بردن پولاشون، بردن چکاشون، بردن جنسای همسایه ها رو تو همباریشون هرچی بوده برداشتن بردن. ولی حالا خانم خانم کروبی اگه یه شب دیگه بشه به تبل رسول اکرم نبود اشکال نداشت. همین دیگه گیرتون اینجاست، گیرهاتون اینجاست. اینجا این هم هستش، به نام در جهت حمله و تقریب منزل در شبهای مقدس رمضان و لیالی قدر. خب پس شبش اشتباه بوده؟ نه خب آره، خب شب احیا نگرد داشتن گفتن تو صبح ما بیکاریم بریم حالا خونه آقای کروبیرم بریم به هم. نه مشکل ما، نمیخوام وارد این مسائل بشم که نون قرض بدیم به امام راحل که حالا مشکل امروزون حل شه، اون سرچشمه این اعدام ها رو شما بخواید که گل بارون کنید که حالا شوهرتون آزاد، امیدوارم آزاد بشه، ولی بی انصافی نکنید. بعدم آخر سرشون میگه که سرقت چک و پول توسط ماموران امنیت. خب ماموران امنیت هم خرج دارن، باید بیان خارج برن سرقت پول و چک و اینا هم حالا حقوقشون اونقدر نیستش که بتونن توی کازینوهای اروپا به راحتی بازی کنن. بعد داخل میگه توفیق و سلامت شما را درگاه اهدیت مسئله. خانم کروبی عزیز، خواهر من،
شما که میخواید توفیق و سلامت آقای روحانی رو از درگاه اهدیت مسئلت کنی، آزادی شوهر رو از درگاه اهدیت مسئلت کن. برای درگاه اهدیت در اون خونه حصری بی نور بی غوله رو باز کردن که راحت تر از اینی که سلامتی آقای روحانی رو با اون همه کلسترول و فشار قندم حالا شاید داشته باشه و بیماری دیگه صحت سلامتون رو تأمین کن. شما اصلا درگاه اهدیت رو به زحمت اضافه میندازین. توفیق سلامت شما رو درگاه اهدیت مسئلت دارم. آزادی شوهرم رو درگاه اهدیت مسئلت ندارم، ولی درگاه روحانی مسئلت دارم. اینه مشکل ما، اینه که البته وقتی هم میخواییم برای سلامت کسی توی جمهوری اسلامی دعا کنیم دیگه اینجوری دعای کامل بکنیم، بگیم امیدوارم که تن سلامت باشه، مریض نشی و مثل اون دوتا مریض کنار اتوبان نندازند خدمه بیمارستانو فرار کنه. سلامتی توی جمهوری اسلامی الان دیگه معنیش این شده که با همین ملوفه و اینا تو بیابون ولت نکنن و برن. حالا صحبت سردار قالیباف شد، داشتم میخوندم که سردار قالیباف وقتی که پیش سیامک پورزند روزنامه‌نگاری بود گرفتندش و با پا در میونی و پای مردی آقای سردار قالیباف در زمان آقای خاتمی، این هنری نویس بود، تو کار سینمایی بود سیامک پورزند در اون دورایی که ما بودیم و او رو به چه روزی انداختن که خودکشی کرد در 80 سالگی. در 80 سالگی آدم بعیده خودکشی کنه، هرچی آدم سنش بالاتر میره به زندگی بستگی بیشتر میشه. برای سیامک پورزند 9 سال پیش در حال دارو درمان بوده در اوین، انقدر از زور شکنجه فقط یه مقدار وسایل شکنجه از آلمان و اسرائیل و چین اشانتیون مستوره موقتا به اینا نمونه داده بودن که گفتن اینا رو امتحان کنین ببینین که کدومش خوبه کدومش بده، کدومش طرف رو به اعتراف وا میداره، کدومش باعث میشه که طرف بیشتر از حدی که قراره اعتراف کنه جواب به ما بدین. اینا خب سرشون خلوت بوده، مثل که دونه دونه اینا رو روی سیامک پورزند امتحان کرده بودن، شده بود نیقلیون. بعدم گفته بودم شرح معالجات تو باید دقیقا به ما گزارش بدی در زندان اوین، به آقای پورزند هم این ابیات رو دو بیت دو بیت برای شرح حال خودش گزارش میکرده. حالا من از زبان اون میگه به استحضار عالی میرساند، ادامه دارد اینجا آزمایش، نمیدانم چه بر من رفته کلن که هستم حامله مشغول زایش. میگه مرا درد آمده مجرای ادرار، نمیدانم چرا راهش گرفته، اذیت کرده بودم بازجو را، گمان دارم مرا آهش گرفته. هم مستند این به استحضار عالی میرساند، وجود من مقاوم نیست ذاتن، هر آنچه داشتن تعریف کردم، اضافه نیست گفتم احتیاطن. لکنت زبان ملیحی داشت سیامک پورزند، گویا بدتر شده بود. از این لکنت نشد راحت زبانم، اگر چه کوشش بسیار کردم، از آن شلاق زن شرمنده هستم که قدری دیرتر اقرار کردم. زبونش میگرفته دیر اقرار میکرده، اقراره اضافه میکرده، اونم هم میزده تا این زبونش باز شه. به استثار عالی میرساند که گوشم کر شده هر دو چپ و راست، گمان دارم که مال سقل سرد است، پریشب ها زیادی خوردن ماست. اونجا آدم باید همه چیزها رو تقصیر در و دیوار و خودشون
اینا بندازه. نه نمیدانم خدای چشمهایم چرا باید به این حد خسته باشه، اگرچه بازجویان لطف کردند که در سلول چشمم بسته باشه. امان از من بریده درد پایم، نرفعش با مسکن شد نه آمپول، فقط بی احتیاطی خودم بود، زیادی راه رفتن توی سلول. اعتراف به گناه به استثار عالی می رساند. دوتا از دنده هایم تو نشسته، یقین اسکی که می کردم به زندان زمین خوردم ترک خورده شکسته. شبانه توی بستر می کشم جیغ ز حمله کردن شخصی خیالی، یقین این مال قایم موشکی بود که بازی کردم در خردسالی. به روی کلم در عهد خردی هونگ افتاد از بالای گنجه. الا ای بازرس های بشر دوست، This is not مطلقاً جای شکنجه. به استثار عالی میرساند که از آرنج یک دستم چلاغ است، چلاغی یادگار بچگی هاست، دلیلش سوختن روی اجاق است. به استثار عالی میرساند سرم در روی گردن میخورد لق، گمانم ساید افکت مشتمالی است که داده سابقا دلاک اسبق. بله خیلی بهش رسیدن، گمانم رفته باشم زیر ماشین که له گشته تمامی وجودم، به طوری که به هنگام دوگانه شود قاطی رکوعم با سجودم. اگر بهداری زندان کند لطف مرا آنجا، نه اگر بهتاری زندان کند لطف من آنجا چند مدت کار دارم، اخیراً ریخته موی سر من، به بهتاری بیایم مو بکارم. و میگه به استثار عالی میرساند درونی پر امید و شاد دارم، بنازم خاتمی را، هر چه دارم همه از دوم خرداد دارم. ما بچه که بودیم لولو خورخوره میگفتن که برای که تنبیه ما به ترسی میگفتن لولو خورخوره، میادم این لولو خورخوره نهیدیم. ما چند تا بچه های 3-4-5-6 ساله بودیم در فریمان بودیم، ما لولو خورخوره را چون نهیده بودیم قبول نداشتیم، یه سری بچه ها روشنفکر بودیم، میگفتیم این خرافاته. بعد همسایه ها و خانواده ها و اینا برای که ما رو بترسونن این خرافات لولو خورخوره رو عینیت داده بودن یه دیگ به سر، میگفتن دیگ به سر میاد. یکی از همسایه گاهی یه دیگی میذاشت روی سرش و یه صدایی هم نمیکرد که میپیچید توی اون دیگ و ما من ندیدم، ولی بچه ها میگفتن دیگ به سر رو دیدن گاهی یکی همسایه میمده. من همیشه وحشت از دیگ به سر داشتم در زندگی. بعد این تصویر جوانی آقای روحانی رو که دیدم، یهو دیدم ای دیگ به سر، دیگ به سر. ولی خب خوشبختانه دیگشون کم کم کوچکتر شده که ما دیگه ترسمون یک کمی بریزه. آخه آقای اجهی لطفاً گاز نگیرید این آقای کروبی رو، من دوباره اینو تأکید کنم. دیگه چی خواستم براتون بگم؟ یه چیزی عکسی بود، آره تو رادیو فردا، سایت رادیو فردا من دیدم یک اسکلت مالی 1,800,000 سال پیش. اینا نوشتن 1,800,000 سال پیش عمر این اسکلت. من که میگم نداره، نداره خانم. مگه آقا اسکلت مگه این همه عمر میکنه؟ میگه اگه اسکلت 1,800,000 سال عمر داره تا حالا کجا بوده؟ رادیو فردا چرا تازه پیداش کرده؟ قبلا کجا بوده؟ در گرجستان پیداش کردم. شایدم واقعی باشه، شایدم
در گرجستان، شاید هم تو مملکت خودش هر جا بوده، بدبخت انقلاب شده فرار کرده رفته گرجستان، گفته بر میگردم یه ما دیگه دو ما دیگه مبارزه میکنیم میندازیم رژیمو بر میگردیم. حالا 1,800,000 سال خوب مبارزه رو خوب نکردن، یا نذاشتن، یا این اصلاح طلب ها گذاشتن تو کارش کمپین کردن، لابی کردن بر جمهوری اسلامی، چوب لای چرخش گذاشتن، نمیدونم این بند خدا کی بوده اون موقع، این بنی صدر روزگارشون بوده لابد، یا رضا پهلوی بوده، یا دکتر نوری‌زاده شون بوده، یا حاجی خرسندی شون بوده، فرقی نمی کنه. فقط 1,800,000 سال آدم توی کشور البته بیشتر 1,800,000 سال، یعنی من اینو 5 روز پیش توی سایت رادیو فردا خوندم، 1,800,000 سال و 5-6 روز تا حالا از عمر این اسکلتی میگذره که نمیدونم چرا گیاه نشده، ما اقلا لاله میشیم، ما نمیدونم کوزه میشیم، خیام میگه به قول شاعر میگه که روزی که به خاک تیره پنهان بشوی شاید که گیاهی از گیاهان بشوی، از خاک تو گر سر بزند تنباکو با این همه وزن دود قلیان بشوی. برای این اسکلت عزیز بازگشتن به میهنش و پیوستن به اسکلت های شهدای سرزمینش در گورهای دست جمعی رو آرزو میکنم. و یک حسن خوبی که میخواستم از آقای روحانی بگم این بود که تو مبحث خانم کروبی خواستم بگم که آقای روحانی یه حسن که دارن فرصت میدن به آدم ها، میذارن که آدم ها کارشون رو بکنن، به حقوق انسانی احترام میذارن. اصلا ببینید این آقا رو ببینید، دورخیز کرده که دست آقای روحانی رو ببوسه. آقای روحانی با بزرگواری به او میدون میدن این عکس بعدی، و اینو ببینید، این عکس آخر رو ببینید، ببینید با چه بزرگواری آقای روحانی خودش زده به اون راه. یعنی اصلا من نمیدونم چه اتفاقی داره میفته، اصلا یعنی من نمیفهمم که تو داری دست منو میبوسی، ولی ببوس، خوب سر فرصت ببوس، دیگران ببینن آقا این عکاس ها اکثر بیگیرن، فیلمش گرفته بشه بفرست ببین. اینه بزرگواری. البته این اینجوری چرا این بابا حمله کرده، چرا نوبت نگیره، چرا صف نمیبندن، چرا نظم باید بدن به این کارا. همین دست امام خمینی رو که میخواستن آقایون ببوسن، خب روحانیون صف میبستن. بفهم سلام آقای خاتمی، صفه بستن روحانیون وقتی که دست شهبان و فرهم میخواستن ببوسن صفه بستن، صفه بستن همچنین هر کرکی مثل این یارو نمیفرین بفر بگیم. روحانیون زمانش چقدر لاغر بوده الان ببینید که چی شدن ماشاءالله. ببینید این سه تاشون رو اینا رو بذاریم اندازه یه دونه روحانی سایز امروز ممکنه که ازشون در بیاریم. بعد هم میخواستم که براتون بخونم این سروده ای رو که یک برادر حزب اللهی از خیمگاه عشاق حسین گفته و یک خانمی به اسم روزی دلنشین جوابش داده تو اینترنت، دست به دست میگرده. روزی دلنشین یکی از امضاهای مصدار من بود تو روزنامه اصغر آقا که در می آوردیم و اینم بریدی روزنامه اصغر آقاست که باز تو اینترنت. اون حزب اللهی میگه خواهرم، ای دختر ایران زمین، میگه خواهرم در خیابان چهره آرایش مکن. این تو خیابون که داری را میری، این فکر کرده که این تو خیابون میره و مثلا
حالا دیدیم بعضی خانم‌ها این مهارت رو دارن البته، ولی آرایش تو خیابون نمی‌کنن. حالا تو اتوبوس تاکسی چه میگه در خیابون چهره آرایش مکن، از جوانان سلب آسایش مکن. یعنی هم تو خیابون داری چهره آرایش می‌کنه، از جوان‌ها سلب آسایش می‌کنه. زلف خود از روسری بیرون مریز، در مسیر چشم‌ها افسون مریض. که خود آقای حزب اللهی هم که رومانتیک شد، در مسیر چشم افسون مریض. یاد کن از آتش روز معاد، خیلی دیگه غلیظ شد، وحشتناک شد. یاد کن از آتش روز معاد، تو ریگی سو مده در دست باد. یهو که نرمش هیزیانه شد، شاعرانه شد. خواهرم دیگر تو کودک نیستی، فاشتر گویم عروسک نیستی. خواهرم ای دختر ایران زمین، یک نظر عکس شهیدان را ببین. خواهر من این لباس تنگ چیست؟ پوشش چسبان رنگ و رنگ چیست؟ خواهرم اینقدر تنازی مکن، با اصول شرع لجبازی مکن. آخه تنظیرم بهار با چه دو نقطه نوشته، بهار دیگه عیب نداره، دستشو برادر حزب اللهی فاکتور گرفته. در امور خیش سرگردان مشو، نو عروس چشم نامردان مشو. خیمگاه عشاق حسین امضای این هستش و ها جواب میده. حالا روزی دلنشین بهش. با منی؟ جواب میده روزی دلنشین بهش. ای فلانک خاک عالم بر سرت، گر چنین گویی سخن با خواهرت. آره هم میگه خواهر، هم همچین طوری گیسوی دی 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 دی. ای فلان خاک عالم بر سرت، گر چنین گویی سخن با خواهرت. خواهرتو نیستم البته، تو از خرد چون کم رسیده سهم تو، نیست زیبایی من در فهم تو. هم نگفته با تو هیچ آموزگار، هست تنازی به تای دستدار. یا نمیدانند عشاق حسین، فرق ساده را میان تا و تین. همچنین آرایش مو ای عمو در خیابان نیست، کم یاوه بگو. جای آرایش که نزدیک و چه دور، سالن زیبایی است ای بیشعور. من لباس تنگ می پوشم، بله. پوشش خوش رنگ می پوشم، بله. می شوم تناز و زیبا و ملوس، می خرامم در چمن همچون عروس. زلف خود ریزم برون از روسری، می کنم در چشم مردان دلبری. تو ریگی سودم در دست باد، گور بابای تو و روز ما. تو ریگی سودم در دست باد، گور بابای تو و روز ماد. خب اینم که جواب اون برادر حزب اللهی. اجازه فرمایید که این رو هم نگاه کنیم. من دوست ندارم که همینطوری از اینترنت یه عکسایی دراریم و نگاه کنیم، اسمش بذاریم طنز، یا این حرفایی که این آخوندا میزنن فیلموشو دراریم و نشون بده. خب این کاری که اونا میکنن، ما چیکار میکنیم بر اضافه بر این دریوری هایی که اونا میگن؟ طنز ما کجا میره؟ اینه که یه مقداری باید دقت کنیم که قاطی اونا نشیم، اونا قاطی ما نشن، و تفاوت کار خودمون رو با اونها یه جوری به هر حال برگزار و برقرار کنیم. حالا میخواستم این تابلوها رو نشون بدن، حرف تو حرف اومد. پریروزا رفته بودم فرودگاه مهرآباد. هنوز من اینجا به فرودگاه هیترو لندن میگم مهرآباد.
هنوز وقتی میرم آکسفورد، در غرب لندن، 45 کیلومتر غرب لندن، وقتی میخوایم برگردیم میگن شب بهم میگم نه باید برگردیم تهران، اونجا برام کرج میشه. آکسفورد تقریبا هم همون حالت جغرافیایی و مسافتی رو داره. در از میهن خود این همه راه آمدم. تو فرودگاه لندن گفتم تا سکی، از میهن خود این همه راه آمدم، یک راست به این فرودگاه آمدم. بعد از عمری در بدری دانستم، من با پرواز اشتباه آمدم. پرواز ما اشتباه بود، باید که می رفتیم به نمیدونم کجا. ضمن برای که خیانت در امانت نشده باشه، بعضی رو فیسبوک اینترنت ببینند و بعد بگن چرا، بعضی چند دو تیکه از دو بیتی هایی که از قول سیامک پورزند زندیات خونده هم اینجا حذف شده. گفتم که هر رسانه‌ای مختصات وضعیت خودشو داره، تلویزیون و رادیو و کتاب و فیسبوک و وبلاگ، هر کدوم یه تا یه حدایی یه حرفایی میزنن، یه حرفایی رو بهتره که پاس بدیم به رسانه‌ای که مناسب تره. فیسبوک من که اون هفته اعلام کردم عضویت نمیخواد، یعنی لایک همه دعوت هم جو خود من عمومیه دیگه، خود من هم اونجا، خود من که اونجا اصلا زیادی هستم و برای اونایی که نمیتونن که احتمالا این گربه ما اینجا چرا آرم برنامه ما شده و به تقاضای 3 میلیون ایمیلی که برام اومده، ارقام ما مثل ارقام جمهوری اسلامی با چاخان و حقه بازی و دروغ و اینا انشالله قاطی نشه، نه 2,753 میلیون ایمیل برام اومده که این گربه ایران ماست رو برام بخونین. عاشقانه ترین سروده من ها بچه ها، این نقشه جغرافیا است بچه ها، این قسمت اسمش آسیاست، شکل یک گربه در اینجا آشناست، چشم این گربه به دنبال شماست، بچه ها این گربه ایران ماست. بعد فقط بند آخرش هم میخونم دیگه، بقیهش رو بعد هم میخونم براتون. الان دیگه دلم خیلی تنگ میشه. بچه ها این خانه اجدادی است، گشت ویران، تشنه آبادی است، خسته از شلاق استبدادی است، مرهم دردش کمی آزادی است. بچه ها این کار فردای شماست. تا هفته آینده با همه غمهایی که دارید و داریم در حدی که میشه سعی کنید خوش باشید.